حفظ رویای اروپایی در میان شهروندان اتحادیه اروپا یک چالش همیشگی و با توجه به بحران اقتصادی کنونی دشوار است. ویویان ردین، معاون رئیس کمیسیون اروپا و کمیسر اروپایی برای حقوق اساسی و عدالت، معتقد است که اتحادیه اروپا باید راه‌های بیشتری برای مشارکت شهروندان اروپایی و دیدار با آنها فراهم کند. ویویان ردین، معاون رئیس کمیسیون اروپا، به یورونیوز خوش آمدید. اجازه دهید گفتگوی من را با دوره 4 ماهه مشورت‌های کمیسیون اروپا آغاز کنیم که با هدف جمع‌بندی مشکلات مردم در اتحادیه اروپا راه‌اندازی شد. شما اعلام کرده بودید انتقادات و پیشنهادات دریافت شده مستقیماً در سیاست‌های سال‌های آینده تأثیر خواهند گذاشت. اما با توجه به بحران کنونی در اروپا، واقعاً انتظار شما از این طرح چیست؟ اروپا خانه مشترک ماست و نباید ساختن آن را تنها بر عهده سیاستمداران گذاشت و منتظر ماند که هنگامی که ساختمان به پایان رسید به ما بگویند لطفاً بفرمایید داخل. ما باید این اروپا را با هم بسازیم با کمک شهروندان. به نظر من یکی از مشکلات در گذشته این بود که ما هیچگاه از شهروندان نظرشان را در مورد اروپا و این خانه مشترک نپرسیدیم. نظر آنها را در مورد نحوه زندگی با افراد دیگر نپرسیدیم و حال زمان آن رسیده که این مسئله تغییر کند. It is high time that we change this. Wouldn't you accept? آیا فکر می‌کنید واقعاً این مشاوره عمومی فرقی به حال مشکل اصلی اروپا که در حال حاضر کسری دموکراسی آن است خواهد داشت؟ اگر شهروندان به درست یا غلط تصور می‌کنند کسری دموکراسی وجود دارد، دلیل آن این است که هرگز نظر آنها خواسته نشده است. پس زمان آن رسیده که این کار را آغاز کنیم. این اولین گام است و حال یک سال کامل برای مشاوره و همفکری داریم در تمام نقاط، در شهرها و روستاها. پس از آن هم در انتخابات اروپا، شهروندان باری دیگر باید نمایندگان مجلس اروپا را انتخاب کنند و این بار دلیل آن را خیلی بهتر خب همه این اقدامات خیلی خوب به نظر می آید، اما به زمان نیاز دارد. آیا در شرایط کنونی چالش مهم اروپایی نیست که باید به سرعت به مشکلات پاسخ داد؟ به همین دلیل است که ما از همکنون این کار را آغاز کرده ایم تا هنگام انتخابات اروپایی آنها بدانند به چه دلیل به این اشخاص رأی می دهند تا از نظر آنها در یک پارلمان قوی دفاع کنند. ببخشید حرف شما را قطع می کنم، اما همانطور که می‌دانید مشارکت مردم در انتخابات اروپایی هر بار کاهش می‌یابد. از قرار مردم با پارلمان اروپا رابطه برقرار نمی‌کنند. بله، پارلمان اروپا قدرت بسیار بالایی برای نمایندگی اروپایی ها دارد، اما مردم این را نمی دانند. مشارکت رای دهندگان و مردم در اروپای جدید بسیار مهم است و من بسیار خوشحالم که بسیاری از پاسخهایی که ما تا به حال داشتیم از سوی افراد زیر سن 30 سال بوده است. آینده آنها را اکنون باید بسازیم و امیدوارم این کار را با خود آنها انجام دهیم، نه بدون آنها. اما وقتی وضعیت اروپا را می‌بینید و شاهد پیشرفت احزاب افراطی، احزابی چون گلدن داون در یونان هستید، آیا نگران این نیستید که شاید دموکراسی به اندازه کافی وجود ندارد؟ آیا مردم این احساس را ندارند که اروپا دیگر پاسخگو نیست و به این دلیل به سوی چنین احزابی می‌روند؟ اتفاقاً به همین دلیل است که ما باید به آنها جواب دهیم. اما این پاسخ نباید نظری یا وعده‌ای باشد. باید با واقعیت نزدیک باشد. سیاستمداران باید بیرون بروند و به مردم گوش دهند و با آنها بحث و گفتگو کنند. آیا این کار می‌کنند؟ این دقیقاً همان مفهوم شهروندی اروپایی است. ما باید از اینجا شروع کنیم. باید نقش خود را ایفا کنیم و احساس تعلق و مسئولیت بکنیم، چون مردم از ناامیدی به سوی افرادگرایان و احزاب پوپولیست کشیده می‌شوند، چون احساس می‌کنند کسی به آنها گوش نمی‌دهد و خواسته آنها در نظر گرفته نمی‌شود. پس به این دلیل است که ما باید از دفترهایمان بیرون برویم و صدای آنها را بشنویم و به آنها نشان دهیم که به سخنان آنها، به خواسته های آنها و اروپایی که می‌خواهند با هم بسازیم اهمیت می‌دهیم. در نهایت می‌خواستم نظر شما را در مورد رومانی داشته باشم. تا چه حد درباره بحران سیاسی فعلی در این کشور نگران هستید؟
خیلی زیاد و همه اعضای کمیسیون و شورای اروپا نگران هستند و واکنش آنها هم بسیار روشن است. دموکراسی باید محفوظ بماند. دادگاه ها باید مستقل عمل کنند. دادگاه قانون اساسی را نمی توان از بین برد و باید به رأی این دادگاه ها احترام گذاشت. برای اینکه اطمینان حاصل شود که ویکتور پونتا نخست وزیر رومانی به وعده های خود عمل می کند، اروپا چه کاری می تواند انجام دهد؟ خب، مسائل زیادی اتفاق افتاد. واقعیت این است که دادگاه قانون اساسی تصمیم خود را صادر کرد و به آن عمل شد. ما هم از انحرافات جلوگیری کردیم. در حال حاضر شرایط آرام است. همه موارد بی عیب و نقص نیست، اما حداقل از تشدید بحران جلوگیری شد. خیلی روشن نیست که آیا واقعاً ویکتور پونتا به این حرفها گوش می‌دهد یا نه. اون نخست وزیر یک دولت منتخب است و باید نقش خود را به عنوان نخست وزیر ایفا کند. هر دموکراسی، صرف نظر از اینکه چه حزب سیاسی در قدرت است، باید به قانون اساسی دموکراتیک یک کشور احترام بگذارد. و من بسیار خوشحالم که همه اعضای کمیسیون، شورای وزیران و پارلمان اروپا همه متحد و یک صدا نگفتند و اعلام کردند در هر صورت دموکراسی مقدس است و باید حفظ شود تحت هر شرایط و هر حکومتی. وقتی به گذشته نگاه می‌کنید، آیا فکر نمی‌کنید که جذب کشورهای مانند رومانی در اتحادیه اروپا یک اشتباه بود؟ اروپایی‌ها یک تصمیم تاریخی گرفتند. زمانی که شکاف در اروپا حذف شد و کسانی که تحت دیکتاتوری کمونیستی زندگی کرده بودند به دنیای آزاد و استقلال بازگشتند، ما به آنها گفتیم که درهای ما بر روی آنها باز است. دستیابی به دموکراسی راه آسانی نیست. بسیاری از کشورهای ما در اروپای قدیم ده‌ها سال وقت صرف کردند تا به دموکراسی برسند. برخی از تازه واردها طی چند سال به آن می‌رسند و ما باید به آنها کمک کنیم تا این فرصت را از دست ندهند. اروپا یک سازمان دموکراتیک است. پس اروپا می‌تواند با یک دیکتاتوری در درون خود کنار بیاید؟ من بر این باور نیستم. اروپا نمیتواند این مسئله را بپذیرد. آنچه روشن است این است که اروپا یک دولت دموکراتیک است، یک دولت ایالتی، و این ادامه خواهد داشت و تقویت خواهد شد. Commissioner Redding, thank you very much. You're welcome.